متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش آمدین به برنامه ما و از اینکه به ما انرژی میدین متشکریم. امشب موضوعمون کم فروشیه. کم فروشی از اون مقوله هایی است که تقریبا همه ما با اون آشنایی داریم و نیازی به توضیح و معرفی نداره. یعنی یا سرمون اومده یا سر بقیه آوردیم. هیچ کس هم روی کره زمین نیست که قبول داشته باشه که کم فروشه. کم فروش ترین آدم جهان هم به محض اینکه اسم کم فروشی میاد لبشو تا زیر چونش گاز میگیره، میگه مگه داریم؟ سن چجوری میتونن کم فروشی کنن؟ مگه بی وجدانا؟ مگه میشه هم چیزی؟ توی این جمع کاسب داریم؟ کار دارم با تو. کار دارم با تو. کیسه خیار رو میذاره رو ترازو، میبینه 70 گرم مونده تا 1 کیلو بشه. شستشو فشار میده رو اون وسطی، این 1 کی میشه. خوشحال کیسه رو میده به مشتری، میگه 1 کیلو شد. یعنی شب که میرسه خونه، این انگشت 60 خورد و خمیره از بس که کار کرد. 2 تا بالش میارن که 60شو بذاره روش. اون کم فروشایی که با ترازو عقربه‌ای کار کردن الان خوب قدر این ترازو 60 رو میدونن. یه اشاره با انگشت کوچیک میکنی، 2 کیلو میره رو وزن ترازو. دم مغازش زده عرضه گوشت قرمز 1000 تومان زیر قیمت بازار. میری داخل میگی 2 کیلو لطف کنید. 400 گرم گوشت میذاره رو ترازو با 500 گرم دنبه. میگی اون چیه؟ میگه دنبه است دیگه. گوشت که بدون دنبه نمیشه. همونی که این گوشت رو آفرید دنبه رو هم آفرید. در ادامه 300 گرم هم پوست و پیلی میریزه رو ترازو. میگی این چیه؟ میگه پوسته. فقط مراقب باشین تو غذا نریزین، بدمزه میشه. بادش کنید بتره کنید، صدای باحال میده. بعد 250 گرم پشم میذاره رو ترازو، میگه نگران نباش اینو جدا برات میذارم تو کیسه مشکی. باز میبینه باز به 2 کیلو نرسید. میگه اگه تو خونه باغچه دارین بقیهشو کود بدم ببری. امشب اینجا یه دونه کیک داریم، میتونید بخونید روشو؟ زده 30 80 مربع. چرا کیک؟ این کیک رونمایی از سامانه 30 80 مربع. نیشش هم واضحه. سامانه 30 80 مربع که امروز تولدشه به ما خدماتی رو ارائه میده. به صورت رایگان شارژ میخرید، بسته 10,000 تومانی اول مارکت رو میخرید، عضو باشگاه هواداری دور همی میشید و در برنامه ما شرکت میکنید و با کسب امتیاز در قرعه کشی بزرگ تیر ماه شرکت میکنید. قرعه کشی بزرگ تیر ماه چیه؟ 10 هدیه نقدی 500 میلیون ریالی و 1000 عدد تبلت. پس 1 رو به 30 80 ارسال کنید. این تازه 4 تا از خدمات 30 80 مربعه که گفتم. وقتی وارد این سامانه میشید خدمات دیگه ای رو هم میبینید. یک سری خدمات الان هست که خدمات متنوع و جالبیه، به زودی بهش اضافه میشه. پس 30 80 مربع سامانه جدید که امشب تولدش. خب کیا کاسب بودن؟ حالا بگم
دیگه هیچ کی دستشو بلند نمیکنه نه. شما چی کار میکنین؟ شما مبل. شما بیاین. شما چی؟ شما چی؟ قطعات خودرو. بیاین. شما چی؟ تو کار تراز. نه چی؟ از ایشون میپرسن خرید و فروش چی؟ آها ترازو میفروش. بیا بیا شما چی؟ نقره. بیاین بیاین. خیلی فکر میکنید میخوام چیکار کنم؟ حالتونو بگیرم؟ میگه میخوای حالمونو بگیر؟ من حال کسی رو میگیرم مگه؟ خب خب راجب کارتون توضیح بدین چیه؟ کار ما خرید و فروش ترازو دیجیتال دیگه. ترازو دیجیتال. بله. از کی خیلی چیز شد باب شد ترازو دیجیتال؟ 10 سال پیش. ده سال پیش. بعد همه راضی ترن از اون سنتی ها یا نه؟ خیلی. از این دیجیتال ها راضی ترن چون؟ راحت تر. از چه لحاظ؟ بعد تقلب هم نمیشه کرد. تقلب نمیشه کرد؟ فوت میکنی بیشتر نشون میده. چجوری تقلب نمیشه کرد؟ تا حالا کسی اومده پیشت بگه که اینو حساسیتشو ببر بالاتر؟ بله. گفت بله. لا. چه سوژه‌ای دستم افتاد. اینو بالاتر بگیر. کسی اومده پیشت گفته حساسیت این ترازو رو ببر بالاتر؟ گفته دستکاریش کنم کمتر بکشه مثلا. بیشتر بکشه. مثلا چقدر از این آدم ها نکردیم که. نه نه میدونم. چقدر از این آدم ها سراغت اومدن واقعا تا حالا؟ کم شده نه. بیشتر چه حرفه‌ای داشتن؟ مرغ فروش. مرغ؟ مرغ فروش. از همینجا سلام میکنم خدمت همه مرغ فروشان عزیزی که در منزل دارن ما رو نگاه میکنن و اگر در این جمع حضور دارن. یعنی مرغ فروش اومده گفته حساسیت شو دستکاری کن که این بیشتر نشون بده. این بجز آبیه که توش میبندن. آره دیگه. یعنی آب جدا، ترازو جدا. البته حالا مرغ فروشا فردا نه ذره ذره کنن منو. بعضی از مرغ فروشا کلن در ایران 3 تا مرغ فروش اینجوری هست. بعضی بسیار ما اون 3 تا هم مردن هستن. اصلا هیچ نداریم. 3 تا مرغ فروش در کل ایران هستن که این کارو میکنن. خدا انشالله شفا بده. بعد دیگه چی چه حرفه‌ای بوده؟ همین کاری که طلا فروشی نبوده؟ طلا فروش اصلا نمیتونن. نمیتونن. خیلی حساسه. خیلی حساس. همین بیشتر مرغ فروش. خود شما چی کار میکنی؟ ما هیچ. هیچ کاری نمیکنی؟ نه. یعنی ترازو رو نمیشه کم فروشی کرد؟ خود ترازو رو؟ نه. هیچ کاریش نمیشه کرد. مو یه چیز آکپنده میخری میفروشی. خب مثلا یا نصفش. میکروفونو بدین. شما سوپرمارکت داری؟ بله بله. کم فروشی کردین تا حالا؟ نه خودش. نه گله اصلا. گل گلابه. بالاتر بگیریم. ما از ترازو درست استفاده میکنیم. نه اصلا ترازو نه. در سوپرمارکت خیلی میشه کم فروش کرد. بعضی خب... از سوپرمارکت 2 نفرن تو ایران. کل کسانی که تو ایران کم فروش میکنن در سوپرمارکت 2 نفرن. سوپرمارکت معمولا روندش میکنن. چی یعنی چی؟ یعنی بقیه‌اشو به داخل جفت جور میکنن، یک پول بر نگردونن، دیگه فقط پول بگیرن. این روند کردن شبی چقدر میشه؟ صبح تا شب. معلوم نمیکنه حالا. حالا حدودا 50 تومن، 30 تومن، 100 تومن. 100 تومن. بستگی به دخل داره دیگه. آها. کم فروشی نکردین تا حالا؟ چند سال کارتون اینه؟ 3-4 ساله. هیچ وقت کم فروشی نکردین؟ نه خدا را شکر. چون ترازو هم میان چک میکنن تعذیرات. نه اصلا به ترازو کاری ندارم. نه دیگه قیمت و محصولات روش هستش. خب حالا مثلا 1800 تومن ما 2 تومن میدیم دیگه. 1800 تا شکلات میذاریم برش. 2 تا شکلات میذاریم بغلش 2 تومنش. روند میکنیم دیگه. کلو خود دست کسی نمیده. برای مردم به هیچ قیمتی بقیه نمیدین بالاخره یه جوری. نه دیگه خب برای مردم جا افتاده دیگه. برای مردم جا افتاده. آره یه خورده کسی تو جیبش نمیذاره. خب دیگه چه جوری میشه کم فروشی کرد تو حرفه شما؟ خب کم فروشی
بستگی داره، حالا برنج رو مخلوط میکنن، برنج خوب دست مردم نمیدن که شما نکردی؟ نه خدا رو شکر. چایی رو؟ چایی که اکثرا بسته‌بندی شرکتیه. ولی برنج رو میشه مخلوط کرد؟ برنج اینجور چیزا رو مثلا در یک و دو سه مخلوط میکنن. آفرین، این کار انجام میدن دیگه. خب خیلی خب، شما چه شغلتون؟ ما تو کار نقره هستیم. نقره فروش. تو نقره چه کار میشه؟ چه کارا میشه کرد؟ نقره کار خاصی نمیشه، چون رو صوتش هم مثل طلا فروشیه، باید حساب کرد. هیچ مشکلی هیچ کاری نمیشه کرد نقره اصلا. یعنی همه چی رو میشه جز نقره. خب میام، چون نقره روی گرم و صوت هست اصلا نمیشه کم فروشی کرد. برای ما هم تعذیرات رو میاد ترازومون رو چک میکنه، ما فقط رو ترازو اعتقام به کارش شو گفت. چی کارت کنم الان؟ هیچ کاری نمیشه کرد نقره رو، مثل خودشه. هیچ کاری نمیام، کار خاصی نمیشه، چون میام رو وزنشه دیگه، فاکتور میدیم رو وزنش و گرمش. تو آلیاژش تغییری نمیشه دا؟ آلیاژ الان چون اکثر کارا همه عیار داره، چون خیلی ایراد میگیرن، همه 925 عیار و نقره. مثلا من به عنوان مشتری میام نقره میخرم، نمیرم عیارشو بسنجم که. روش مارک خورده دیگه. میخرم آویزون میکنم. بله. بله. سلام. سلام علیکم. قربانه. بالا بگیر. بله. شما چی؟ ما قطعات خودرو. قطعات خودرو رو چیکار میشه کرد؟ والا فکر نمی‌کنم کاریش بشه کرد. یکم فکر کن. شاید بشه. نه کار ما اصلا چیز نه ولی همه شیمیه دیگه، بخوای روش هم کاری انجام بدی که دیگه خدا رو خوشه. توی ماشین حساب میشه کم کاری کرد؟ ماشین حساب که نه، الان اکثرا بسته‌بندی ها رو جابجا میکنن. خب همین یعنی چی؟ بگی. مثلا شما میتونید یه نفر قطعات اتومبیل فروش در ایران داریم که این کارو میکنه، یه نفر اون بگو چه کار. خب شما میتونید جنس چینی رو بگی، جنسی که مارک نداره به قول چیز، جنس چینی که اکثرا میشه روشون نانوف داد، مثلا بسته بندیشو عوض کنی به قول یه بسته بندی دیگه بزنی. کلا اولش گفت که هیچ کاری نمیشه کرد. کلا مارک از کارمون دفاع کنیم، منم اینو بگم که دیدم یعنی چی. یعنی مثلا چینیه میزنن مثلا فرانسوی، خیلی کار گنده ایه، چرا هیچ کاری نمیشه کرد دیگه؟ چی؟ کارتوناشو عوض میکنین گفتین؟ آره، میتونی اصلا شما جنس چینی مارک نره، به اسم جنس ایرانی بفروشی. جنس ایرانی تا حالا آدم کشتی؟ اصلا اولش گفت اصلا کاری نمیشه کردی، همه چی آکبنده، ولی کارتون الان میشه عوض کرد، ایرانی رو فرانسوی میشه دیگه. همون جنس چینی رو بگیریم جای اصلی بفروشیم. جای اصلی. آه. شما که این کارو تا حالا نکردید؟ نه خدا نکنه. نه خیلی. نه یه نفر هست تو ایران این کارو میکنه. آره اونم آره. مرده. خیلی خب، همین میخواستم که با راضی این که همینا پخشه، همینا پخش بشه. خیلی خب، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. آها آها، صبر کنین، صبر. خیلی میگن تبلت هامون کو دست بده. خیلی خوب، خیلی خوب. خب اول کسانی که فکر میکنن ایشون بهتر بود دستشونو بلند کن. ایشون ما چون ما چون به انتخاب مردم انتخاب میکنیم. این هم هدیه ایست از اول مارکت، یک دستگاه تبلت که خدمت شما. فکر میکنی برای چی تبلت بردی؟ من الان میدونم که دیگه تو سن خودمون برگردم به کار خودمون، بولی تو فردا روز بولی تو پاسه. میگه به این دلیل که اگه فردا برگردم تو کار خودمون میکشنم. نه برای اینکه واقعا راستشو گفت، همه چیو گفت، همه راست گفتن ها، ولی راست‌تر گفت. مرسی مرسی مرسی، خیلی ممنون. خب طرح یک تیر و چهار نشان اول مارکت با ارسال عدد 1 به 3080 چه اتفاقی میفته؟ 1,90,000 تومان شارژ خرید دریافت میکنید. 2، در قرعه کشی بزرگ تیر ماه شرکت داده میشید. 3، در قرعه کشی همراه اول شرکت داده میشید. و
4 با آزادی 110 زندانی تا پایان ماه رمضان کمک میکنید. با ارسال عدد 1 به 3080 یک پیامک براتون میاد. در صورت تمایل شما 10,000 تومان کسر خواهد شد. پس 1 به 3080. به طور طبیعی عکس چاپ شده روی قوطی یا جلد کالا باید همونی باشه که داخل قوطی هم هست. عکس روی جعبه بیسکویت رو نگاه میکنی با خودت میگی اصلا مگه میشه اینو نخرید و نخورد؟ حیف نیست عمر آدم تموم بشه از این بیسکویت نخوره؟ یه شکلات غلیظی از 8 جهت بیسکویت داره میپاشه بیرون، بعد یه سری زنبور عسل با بیل عسل پارو میکنن رو بیسکویته، بعد عکس یه گاوم هست که داره به دوربین نگاه میکنه. یعنی تو راه که داری میری خونه کلی از خودت مراقبت میکنی که نکنه یه اتفاقی برام بیفته من نتونم اینو بخورم. اون وقت بازش که میکنی تمام کاخ رویاهات فرو میریزه. یه تیکه نون بربریه، یه تیکه نون بربریه که توکش همچی بفهمی نفهمی مایل به قهوه‌ای یا صورتیه، کلن هم مزه خاکره میده. یعنی طرف چنان ضربه روحی میخوره که با رکابی میره رو پشت بوم تا ساعت 3 صبح به رشته کوههای دماوند خیره میشه. خوشبختانه در عرصه تولید به چنان مهارتی دست پیدا کردیم که میتونیم کالاهای پسوردار رو امروز تولید کنیم. دیدین تخم مرغ میخری؟ تاریخ تولیدش مال پس برداست. اینو دیگه همه دیدین، تاریخ تولیدش مال پس برداست. احتمالاً مرغه میخواسته یکی دو روز مرخصی بره، یکم کاراشو جلو انداخته که غیبتش احساس نشه. یعنی اگه همینجوری به کم فروشی ادامه بدیم در آینده این نزدیک مرغ‌ها خودشون وظیفه تاریخ زدن رو به عهده میگیرن، کما اینکه الان هم بعضیاشون دارن همین کارو میکنن. این مرغ‌ها هستن که موقع تخم گذاری مخلوطی از صدای مرغ، خروس و قرقاول میدن. اینا همونیان که همزمان تاریخ هم میزن. مهمان داری، وا چه مهمانی. چه مهمانی، چه صدایی مثل مخمل، پرکار، موفق، عزیز. سالار عقیلی. خیلی خوش آمدیم. خیلی متشکرم. بفرمایید. اینجا بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدین. و اگر سلام علیکی دارید بفرمایید ابتدا. من سلام عرض می‌کنم به تمامی مردم عزیز که الان این برنامه رو می‌بینن، چه در منزل چه در محل کارشون، و همچنین به شما جناب آقای مدیری عزیز با این برنامه بسیار زیبایی که متشکرم به هر حال مدتی است شروع کردید، تبریک میگم خدمت شما. خیلی ممنون. و همچنین به حضار محترم که اینجا تشریف دارن و حضور دارن، و همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید، و بنده با افتخار امشب اینجا در خدمت شما هستم و افتخار میکنم که در خدمت شما و ملت عزیز ایران هستم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون که تشریف آوردین.
سوالای کوتاه، جوابای کوتاه. اذیت کنم اب نداره؟ اینقدر آخه دوست داشتنی هن و شیرین و صدا که اصلا با ویلا چی بگم، دلم هم نمیاد. خب چند سالتونه؟ 39 سال. از 18 سالگی شروع کردی؟ من از 16 سالگی به صورت حرفه‌ای موسیقی رو آغاز کردم، اما از تقریبا 7-8 سالگی کار موسیقی رو انجام میدادم و دیگه توی منزل ما چون همیشه صدای ساز و موسیقی همیشه پخش میشده و میومده، از همون دوران در واقع کودکی از 7-8 سالگی شروع کردم به موسیقی، ولی خب به صورت حرفه‌ای از 16 سالگی که وارد هنرستان موسیقی که شدم دیگه به صورت حرفه‌ای ادامه دادم. اولین کار به صورت آلبوم بود یا کنسرت؟ اولین کار به صورت کنسرت بود که بله، یک کنسرتی بود که من به اتفاق همسرم خانم حریر شریعت‌زاده، البته اون موقع فقط همدیگر رو میشناختیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم، در واقع همکار بودیم با هم و فکر می‌کنم 73 بود که کنسرتی رو به یاد استاد بنان در فرهنگسرای شفق، اون موقع 250 نفر جا میشد که دو شب ما کنسرت گذاشتیم 500 نفر که اینقدر استقبال شد، یک شبم در واقع تمدید شد و سه شب اولین کنسرت رسمی من در همون فرهنگسرای شفق بود، واقع در پارک شفق که هم شگفت‌زده شدن از چنین پدیده جدیدی. خب اونجا ما خیلی از اساتید موسیقی در واقع استادان موسیقی ایرانی رو دعوت کرده بودیم، خود همسر استاد بنان سرکار خانم پری بنان اونجا تشریف داشتن، جناب استاد زنده یاد همایون خرم تشریف داشتن در اون کنسرت و چند نفر از استادان دیگر که الان خاطرم نیست، و در همون جا سعی کردیم که توی خب به هر حال میدونید استارت اولین کاری که شما میخواید بزنید و خودتون رو در واقع به مردم معرفی بکنید خیلی مهم هست، اون اولین، اون میگه که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، ولی وقتی شما اون اولین کارت محکم باشه و قوی باشه، چه در حالا کنسرت، چه در اجرا، چه در سی دی و کاستی که ببین، خب اون موقع زمان ما، میگم زمان ما البته زیاد دور نیست، در اون زمان که اولین کار من وارد بازار شد روی کاست بود که سال 1380 یعنی تقریبا 15 سال پیش اولین سی دی من تحت عنوان عشق ماند با آهنگسازی هنرمند خوب کشورمون جناب آقای ارشد طهماسبی وارد بازار موسیقی شد که روی کاست بود، بعد این سی دیش هم اومد بیرون که تازه سی دی اومده بود و خیلی برای من جالب بود و خیلی خوشحال بودم از این قضیه که سی دیش هم منتشر شده. اولین کار من در سال 1380 با آهنگسازی ایشون منتشر شد که اون کارم خیلی در شناخت من در جامعه خیلی کمک کرد. از اینکه جوابای کوتاه میدین ممنونم. خیلی ممنونم. من اینو برای این میگم که بتونم سوالای بیشتری کنم، بیشتر گپ بزنیم. آقا شما سوالهایی که کردید همه کلی بود، نمیشد کوتاه. درست. گفتید که همه آثارتون از کیفیت بالایی برخورداره. نه من همچین حرفی نزدم. توی مصاحبه گفت. نه سعی کردم اینطور باشه. در حال هر کسی در کارش ایراد وجود داره و ممکنه ایراداتی داشته باشه هر کاری. همیشه بشر جایز الخطا است و هر کس بگه من هیچ خطایی نکردم به نظر من دروغ گفته. یعنی همه ما در کارهایی که انجام میدیم ممکنه یه جاهایی به هر حال یه چیزی از دست آدم در بره و دچار یک اشتباه بشیم، ولی خب باید این رو کم بکنیم و در کار بعدی جبرانش بکنیم. یه سری قطعات رو توی رو در بایسی خوندین؟ نه؟ یه سری قطعات بوده که خب شاید مثلا دوست نداشتم بخونم ولی حالا مجبور شدم بخونم، یا یه سری قطعاتی بوده که خودم مثلا دوست نداشتم همسرم گفته که
اگه بخونی با صدای تو خوب میشه، یعنی واقعا در وهله اول همینجوری خودم همینجوری گفتن فقط به همین ملایمت گفتن. خب بله میفرم. به هر حال یه جایی هم خب دوستان دیگر شاید گفتن آقا اینو بخون خوبه، ولی به نظر من هنرمند باید آزاد باشه، یعنی بله. خودش اون کاری رو که حس میکنه خوبه، چون بهترین قاضی به نظر من اول خود آدم، بعد مردم، یعنی این مردم هستن که مسیر رو به ما نشون میدن و تعیین مسیر میکنن برای ما. این هستش که خود آدم جناب مدیر میدونه داره چی کار میکنه، یعنی هر کی بگه آقا من این کار رو نباید میخونم یا اشتباه کردم یا این کار نباید بازی میکردم، درست. به نظر من آدم اگه میخواد یک موسیقی رو بخونه، شعرش رو میبینه، موسیقی رو میشنوه، یا بخواد یک فیلمی بازی بکنه، سناریو رو میخونه، نمیتونه بگه آقا مثلا من اشتباه کردم نخوندم یا مثلا شعر رو ندیدم. به هر حال به نظر من هنرمند باید آزاد باشه و آزادانه کار بکنه، همونطوری که دلش میگه، همونطوری که خودش دوست داره بره جلو، نباید اجباری باشه چیزی. همسرتون چقدر در پیشرفت شما تاثیر داشتن؟ خیلی زیاد، یعنی چون تقریبا ما با هم شروع کردیم کار هنری رو، یعنی کار مشترک رو، برای همین همیشه مکمل در واقع همدیگر بودیم و خیلی تأثیر داشته این در واقع با هم بودن و این کار کردن با هم. چون یک جاهایی میگم ممکنه ایشون به من بگه این کارو نکن، یه جایی من بگم مثلا این کارو نکن شما بهتر هست. از نوازندگان خوب پیانو هستن. بله بله. فرزند هم دارین که؟ بله یک دونه، ماهور الان تقریبا 8 سال و نیمش هست. چه اسم زیبایی ماهور. و ماهور دوست نداره که شما بخونید؟ نه ماهور چرا دوست داره؟ یه زمانی خب کوچیک‌تر که بود خیلی خب اذیت می‌شد همش ما کنسرت، الان هم خب اخیراً می‌دونید من مدتی از کنسرت هایی داشتیم در خارج از کشور و حدود 20 تا 21 کنسرت داشتم در کشورهای مختلف و تازه برگشتیم. من واقعا دلم میسوخت برای این بچه وقتی نگاه میکردم، یه وقتایی میدیدم روی صندلی کنسرت توی سالن نشسته و وسط اجرا میدیدم این خوابیده، وقتی نگاهش میکردم از روی صحنه واقعا اصلا گریم میگرفت، دلم میسوخت، میگفتم این بچه چه گناهی کرده که باید از این شهر به اون شهر، از این کنسرت به اون کنسرت، از این ایالت به اون ایالت. خیلی تو این تور به خصوص تور اخیر که خب 21 کنسرت ما اجرا کردیم خیلی سخت بود براش، خب اینم سنی نداره، درست شاید، ولی واقعا مقاومت کرد و من ازش ممنونم و سپاسگزارم به خاطر این مقاومتی که کرد پسرم. ما هم توی جمعیت رو فکر میکنم، بعدم فوتوکوپی برابر اصل. یعنی یه چیزی میگم چی میشنم. ماهور جان بیا بیا پیش ما. ای جانا بیا اینجا پیش ما، فوتوکوپی برابر اصل. ای جونا بفرمایید بفرمایید. خب اینم آقا ماهور، همش صحبت شماست اینجا، همش صحبت شماست. فقط میدونید که آقای سالار عقیلی بازیگری خوندن؟ راجب این برامون بگید که بازیگری خوندین، بعد چه اتفاقی افتاد؟ خب من از بچگی در دبستان که بودم کار تئاتر میکردم، در جشن‌ها و اعیادی که وجود داشت همیشه تمرین میکردیم و به هر حال کار تئاتر انجام میدادیم. یک علاقه خاصی به بازیگری داشتم که این علاقه در ماهور هم وجود داره. بعد از اون که خب وارد دبیرستان و راهنمایی که خب شدیم، دبیرستان که خب هنرستان موسیقی رو تمام کردم،
به جهت اینکه میخواستم آواز رو دنبال بکنم و نمیخواستم آهنگساز بشم، در واقع رشته تئاتر رو دنبال کردم که علاقه دوران کودکیم بود و در اونجا لیسانس بازیگری تئاتر رو گرفتم و مدیون اساتیدی چون استاد سمندریان، جناب آقای امیر دژاکام و سرکار خانم رویا تیموریان، بله، و خیلی از عزیزان دیگر بودم که اونها خیلی تأثیر داشتن در کار هنری من و خود تئاتر هم خیلی تأثیرگذار بود توی کار موسیقی من، به خصوص در بیان اشعار و در بیان من در کار موسیقی. هیچ وقت فکر نکردین که این کار انجام بدین، بازیگری رو؟ دو سه بار پیشنهاد شد، ولی میخوام اگر همین کار رو میکنم با یک تفکر خوب و یک شناخت خوب این کار رو انجام بدم و کاری رو بازی بکنم که موندگار بشه و بمونه، چون نمیخوام خدای نکرده کار هنریم در واقع زیر سوال بره، کار موسیقیم. یکم خجالتین من؟ آره نیستین؟ یکم هستین؟ بله. یکم با بازیگری تضاد داره. بله، ما خیلی باید پر رو باشیم. ولی یکم یکم سخته. شما مثل جمع امشب ما میبونین، خیلی مأخوذ به حیا، خیلی متین و یکم سخته، ولی حتما امتحان کنید، مثل آواز موفق خواهید بود. خیلی زیاد، خیلی ممنون. جایی گفته بودید که چند سال دیگه خوانندگی رو کلن کنار میذارین. بله. چرا؟ دیگه پیر میشیم دیگه. نه گفته بودم چند سال، ولی نگفته بودم چند سال. نه گفته بودید میرم دنبال حرفه دیگه ای. نه، من هیچ حرفه‌ای رو به عنوان حرفه اصلی دوست ندارم که جایگزین موسیقی بکنم. حتی یکی دو تا کار در لابلای موسیقی انجام دادم، اما بعد دیدم که نه، صدمه میزنه به اون کار موسیقی و دور از تفکرات من در موسیقی. در خودم میدیدم که بخوام این کار رو انجام بدم و کنار گذاشتم. ممکنه حالا کارهایی در کنارش انجام بدم، اما هیچ وقت حرفه‌ای این کار رو نمی کنم. شاید تفننی انجام بدم یا یک کار حالا اضافه بر حالا این کاری که داریم انجام میدیم، اما هیچ وقت تخصصی به کار دیگری جز موسیقی فکر نمی کنم و نخواهم کرد. بله. چند تا سوال متفرقه می پرسم. کی چه زمانی بیشتر از همیشه تحت فشار بودیم؟ از چه نظر؟ از نظر روحی، از نظر فشار روانی. بارها شرایط بسیاری برای من پیش اومد که بتونم در خارج از کشور باشم و بمونم، اما من مال این آب و خاک هستم و مال این مردم هستم. آقای مدیر، و وقتی که میگم همه جان و تنم وطنم، 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 چطور میتونم بذارم از وطنم برم؟ صدای سالار عقیلی عزیزی که از اون صداهای خیلی ملی، خیلی میهن پرستانه است، یک لحن و یک جنسی درش هست که از اون صداهای ماندگار خواهد بود، کما اینکه الان هم هست. یک ترک دیگه برای ما امشب که پیداتون کردیم. یک ترک دیگه برای ما بخونید و باز من میخوام قول بگیرم که اون پشت از شما پذیرایی خواهد شد. به یکم که گذشت دوباره نزدیکای آخر برنامه یک ترک دیگه هم برای ما. خیلی ممنون. ما یک موزه‌ای داریم به نام موزه دور همی که هر مهمانی که اینجا میاد یک چیزی به این موزه هدیه میکنه، به نام خودش ثبت میشه و بعداً اینها به فروش میرسه و خرج خیریه میشه. چه چیزی به موزه ما میدین؟ هر چیزی میتونه باشه. من البته این مسئله رو نمیدونستم، وگرنه به هر حال سعی میکردم
اون چیز رو با خودم بیارم. نه نه اشکالی نداره، ما فقط بگید که چه چیزی به ما خواهید داد. همون میگم اگه میدونستم حداقل فکر میکنم، ولی یکی از تابلوهای نقاشی خودم رو تقدیم میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم. ماهور جان چیزی نمیخوای برای ما بگی؟ نه نه، خیلی ممنون. خب من آرزوی سلامتی میکنم برای شما، خانواده ماهور عزیز، و امیدوارم همینطور درخشان باشید همیشه و بهترین آرزوها رو براتون دارم. خیلی ممنون. من هم همینطور برای شما و مردم عزیزم آرزوی توفیق روز افزون میکنم و همیشه گفتم که چه در کنج قفس باشم چه در پرواز میخوانم، قناری فطرتم تا زنده ام آواز میخوانم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. بله حتما، خواهش می‌کنم. بفرمایید. قطعه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان شد، قطعه‌ای بود ساخته دوست عزیز و هنرمندم، هنرمند خوب کشورمون، جناب آقای بابک زرین، با شعر بسیار زیبایی از جناب آقای دکتر افشین یداللهی. مرسی. خیلی ممنون. این هدیه ایست از طرف اول مارکت، یک تبلت، یک سیم کارت اعتباری همراه اول و 20 گیگ اینترنت پرسرعت رایگان. این تبلت رو به بابا ندی، این مال بازی و ایناست که حالش رو ببر. بیا عزیزم. خیلی متشکرم. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. من منتظرم که یعنی همه ما منتظریم مرسی. که شما استراحتی بکنید دوباره. حتما. یک ترک. خیلی متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. مرسی. مرسی. بشر کم فروش از همون بد و خلقتش از سه عنصر طبیعی باد، خاک و آب برای کم فروشی استفاده کرد و همچنان هم با وجود سپری شدن هزاران و میلیون ها سال به این سه عنصر وفادار باقی موند. یک عده از کاسب ها معتقدن آب روشناییه و به همین دلیل داخل تمام اجناسشون آب می‌بندن و ما بهتره قبل از ورود به مغازه این دوستان پاچه‌ها رو بالا بزنیم که داخل آب نره. یک عده دیگه از عنصر طبیعی باد استفاده می‌کنن، تولید کننده‌های چیپس، یعنی به قدری باد داخل چیپس میزنن که وقتی پاکتش به هر دلیلی میترکه صدای لاستیک اسکانیا میده. حالا اینو میشه فهمید، اما انصافا برای باد و بنزین چی کار میکنن؟ از چه تکنولوژی استفاده میکنن؟ یعنی از قبل فوت میکنن توش؟ یا همزمان با اینکه ما داریم بنزین میزنیم یکی از اون تو فوت میکنه؟ این هنوز متوجه نشدن خیلیا. خاک هم که همواره نقش بسزایی در افزایش حجم نخود و لوبیا ایفا میکنه. الان یه جوری شده که شما 20 کیلو نخود لوبیا میخرین، نیم کیلو محصول بهت میده، اما در عوض میتونی تو خاک به دست اومدش 20 کیلو سیب زمینی بکاری، اون چیزی که ازش میمونه. یه سری
کالاها هم هستند که با مجموعه ای از عناصر طبیعی ترکیب میشن و به فروش میرسن. به عنوان مثال موادی که داخل یک کیلو خیارشور شناورن رو دیدین؟ عبارتند از حبه های سیر، شاخ و برگ درخت، پوشال کولر، چوب پنبه، جلد روزنامه دیروز، دریچه میترال و غیره. یعنی یک کیلو خیارشور که میبینی اینا توشه. طبیعیه که وقتی اون وسط یه خیارشور دیده میشه جیغ شادی اعضای خانواده مهمان داریم. چه مهمانی، چقدر مصاحبه کرده، چقدر تکذیب کرده، چقدر تایید کرده. فوتبالیست قدیمی، پرسپولیسی وحشتناک، آقای حسین عبدی. خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما حضار محترم، شما آقای مدیری عزیز، همکاران محترمتون و ملت عزیزم که ما رو می‌بینن و صدای ما رو می‌شنون. لطف کردین تشریف آوردین. سوالای کوتاه، جوابای کوتاه. حتما. آیه سالار عقیلی خیلی رعایت کردن و جوابای کوتاه به ما دادن. الان در پرسپولیس چه میکنید؟ سمت خاصی داری؟ من تا دو سه هفته پیش سمت داشتم، هیئت مدیره بودم، ولی الان دیگه دیر دعوت کردیم ما. بله دو هفته پیش با دعوت. دو هفته پیش؟ بله بله. خب حالا فکر کنیم دو هفته پیشه، سخنگوی پرسپولیس هم دیگه نیستی؟ نه دیگه نیستم. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. آخه زمانی که شما سخنگو بودین هر چی از شما میپرسیدن میگفتید من خبر ندارم. خب اگه خبر داشتم حتما میگفتم. آخه نمیشه که همه چیز آدم هیچی رو خبر نداشته باشه. بعد به عنوان سخنگو، شما سخنگو بودین، عضو هیئت مدیره بودین دیگه؟ توی کمیته فنی بودم و همینطور بخشی از کارها هم به صورت فنی اداره میکردم. مربی هم بودیم؟ مربی که ما یه پروژه‌ای داشتیم که این پروژه رو داشتیم ادامه میدادیم که پروژه خیلی خوب و خیلی بزرگی بود، اونم اینکه بتونیم خودمون بازیکن تولید بکنیم و خودمون هم استفاده بکنیم که بتونیم از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه بکنیم که الان هم دارن ادامه میدن. خب چرا در هیچ کدوم دیگه این سمت‌ها نیستیم؟ حالا در هر صورت فعلا عضو هیئت مدیره نیستم، ولی اگر چون پرسپولیس یه پرسپولیسی هستش که مال مردمه، یعنی یه تیمی هستش که مال مردمه و ماها چون من فقط شاید 13 14 سال از عمرم در پرسپولیس نبودم، یعنی از 14 سالگی وقتی به پرسپولیس اومدم تا کاپیتانی و مربیگری و همینطور عضو هیئت مدیره هم شدم، در هر صورت در همه سلسله مراتب باشگاه بودم. فرقی نمی‌کنه که باشیم یا نباشیم، فرق ولی مهم این هستش که بتونیم به پرسپولیس در جایگاه‌های مختلف کمک بکنیم. رو همین حساب الان در حال حاضر هیئت مدیره نیست. این دلیلش این نیست که با برانکو یک دشمن سرسختین؟ نه اصلا، ما اتفاقا پارسال فکر می‌کنم وقتی که ما اومدیم همین موقع بود، تیم بودجه نداشت و بازیکن نداشتیم، یه قرارداد هم داشتیم که باید تعهداتمون انجام میدادیم و بحث بر این بود که ما بتونیم تیم رو از این برزخ عبور بدیم و من فکر میکنم که بعد از دو ماه شاید سه ماه ما تونستیم یه قرارداد خیلی خوب ببندیم و بتونیم خودمون رو از نظر مالی مقدار جلو بندازیم. تونستیم حمایتایی که کردیم بتونیم تیم از ارکان باشگاه که یکم کادر فنی بود حمایت لازم رو بکنیم و شاید الان کارها انقدر خوب پیش رفت تا رسید به یه آرامشی که در این آرامش الان خب فکر میکنم دیگه الان دارن کار رو ادامه میدن
و دیگه شاید هم احساس بر این هستش که آرامش لازم اتفاق افتاد. شما به هر حال معروفین به منتقد شماره یک برانکو. نه اشتباه است. اشتباه است؟ بله بله. شماره منتقد... دو. شماره دو شاید، شماره سه هم شاید. ولی نه، نکنید ما با اشخاص که چیز نداریم، همه الان با این اتفاقی که افتاده همه راضین. مهم رضایتمندی مردم هست. بحث‌های روزنامه‌ها و شبکه‌های مجازی شاید یک سری از واقعیت‌ها رو نمیتونن مطمئنا نشون بدن و ما هم به عنوان کسی که هم مسئول بودیم و هم الان به عنوان کسی که باید به پرسپولیس کمک بکنیم، یک سری از مسائل رو باید احساسی باش برخورد نکنیم. مثلا برای یک جلو بردن یک باشگاه باید حتما بودجه لازم تعیین بشه و تعیین بشه تا بتونید شما گام‌های بلندتر و جلوتون رو بهتر ببینید و اگر مشکلی هست باید اون رو درست کرد و یا یه راهکاری براش پیدا کرد. بله. رو همین حساب هیچ وقت اینها در تقابل نبود، بلکه هر مسئله‌ای بود باید حل می‌شد که الحمدلله سال گذشته با تمام حاشیه‌هایی که ایجاد شد، چه از داخل چه از خارج از باشگاه، ما تونستیم اون سال رو خوب اداره بکنیم و الانم رسیده به یه آرامشی که بتونن ادامه بدن. در هر صورت حالا سال آینده، یعنی امسالی که شروع شده، بتونن این قضیه رو همونجوری که سال گذشته شروع شد بتونن ادامه بدن. ما روزی که اومدیم، شاید وقتی آقای سجادی به ما زنگ زد، در عرض یک ساعت بعدش فقط صحبتی که با من کرد این که ما خواهیم کمک بکنیم به باشگاه. خب این وظیفه هر کسی هستش که به باشگاهش کمک بکنه، مخصوصا من که از 14 سالگی بودم تا 36 سالگی که بتونم به باشگاهم کمک بکنم. در حسرت قبول کردم. خیلی هم به من گفتن که آقا واسه چی داری این کارو میکنی که تو سیستم مدیریت ادامه همکاری بدی؟ اما بحث این بود که بعضن شما میبینید یه نقصانی هست و باید توی اون سیستم مدیریتی نقصان‌ها برطرف بشه. شما اگر یک لایه پایین‌تر تو سیستم مدیریتی مثل مدیریت میانی مثل مثلا کادر فنی و غیره قرار بگیرید، بخشی از چیزا دیگه دست شما نیست. اما وقتی که یک لول بالاتر قرار میگیرید، تو رأس هرم قرار میگیرید، اون موقع میتونید برنامه ریزی کنید، سیاست ها رو ادامه بدید و بدون اینکه، یعنی ما حق نداریم وقتی تو اون لایه قرار میگیریم احساسی عمل بکنیم و یا اینکه به شخص بخوایم فکر بکنیم، بلکه باید به سازمان و به پرسپولیس فکر کنیم. من فکر میکنم باشگاه پرسپولیس از اونجایی که باشگاه مردمی هست و اگر این ادعا رو داریم، باید دیگه فرد اونجا هیچ معنایی نخواهد داشت و فقط این هستش که بتونه رضایتمندی طرفدارا و همینطور جامعه فوتبالی رو ایجاد بکنه که من فکر میکنم این کاری کرد. از اینکه شما هم پاسخهای کوتاه میدین متشکرم. میگن هر جایی که آقای دایی بگن شما میرین؟ هر جایی که آقای دایی میگن من میرم، مطمئنن اگر دعوتی بشه حتما. یکی از گفتن که حساسیت برانگیزترین عضو هیئت مدیره بودین. روز اولی که من یه جلسه بود و همه هیئت مدیرم بود، از همونجا خیلی صریح من گفتم اگر قرار تشریفاتی باشد خیلی عذرخواهی میکنم و خداحافظی. اما قرار بر این شد که همه رو موشکافانه بریم جلو. خب در قبل این بود که همه یه اختیارات هیئت مدیره رو میدادن به یه نفر و بقیه میومدن و ادامه میدادن و کمکهایی که میخواد انجام بشه که در قبل این مصطلح بود. اما در همون بعد به ورود من با همین قضیه مخالفت کردم، به خاطر اینکه هر کسی اگر قراره که امضا و یا مسئولیتی داشته باشه باید خودش رأساً به اون اقدام بکنه و من هیچ بحث شخصی تو این قضیه نمیبینم. همه چی برمیگرده به کار و هیچ چیزی شخصی نیست. رو همین حساب همه کارهایی که چه امضا کردم و چه امضا نکردم بابت باشگاه پرسپولیس بوده، میشه اصلا اونو خیلی راحت به عنوان یک گزارش تهیه کرد و به مردمم داد که بدونن که هیچ چیزی شخصی نیست. فقط اگر هم کاری انجام شده یا نشده، فقط و فقط در جهت اطلاع باشگاه پرسپولیس بوده، نه شخص نه اشخاص. این کوتاهتون بود الان؟ نمیشه گفت آقا مثلا شما با هم میگید کوتاه، ولی نه یه جمله نداره نداره. از اون سانحه برامون میگین که براتون اتفاق افتاد؟ خیلی سال پیش بوده. بله. خیلی سال پیش با موتور تک چرخ زدن تو خیابون ارومیه و نابود شدن یه بار کامل، درست میگم؟ والا نابود شدنم یه بار نبود. نیا کنید من تیم ملی جوانان بودم و تو پرسپولیس بودم، موتورم داشتم، رفتم اتفاقا دنبال یکی از دوستام که بریم فوتبال بازی کنیم، نبود، برگشتنی تصادف کردم
و کمرم شکست. موهای الدوم نه موهای الدوم شکست و دو تا میله 30 سانتی از 18 سالگی تو کمر من هست و تا الانم با اون دارم زندگی میکنم. البته این یکی از سانحه ها بود. دیگه چی بوده؟ والا دفعه بعدش سال 1370 فکر میکنم 4 بود که من پام شکست تو امارات، اونجا بازی میکردم، قلم پام شکست و فکر کنم یه سود 6 ماه هستم بازی کنم. خیلی جوان آرامی بودی کلا. خیلی خیلی. آینده رو چطور میبینید در رابطه با خودتون؟ دارید به کدوم سمت میرید؟ نگاه کنید آینده که یه بخشش رو خودتون هدایت میکنید، یه بخش هم در شانس و یک سری مسائلی هستش که باید در رابطه با اون بریم جلو. آینده ای که من متصور هستم این هستش که بتونیم ظرفیت های بالقوه باشگاه ها رو و یا فوتبالیست هایی که با ظرفیت بالا هستن بتونیم دور هم جمع بکنیم و از اینها استفاده کنیم. میگن یکی از بحث ها همین بحث های حاشیه ای هست. مثلا یک تیم بی ما درست کردیم که متشکل از 2000 نفری که در حد عرض یه هفته ثبت نام کردن و بهشون اجازه دادیم که بیان. الان شدن یه تیم فوق‌العاده که با تیم دانشجویان، تیم ملی دانشجویان که بازی کردن، حتی دو بار با اونا، یه بار مساوی کردن، یه بارم 2-0 بودن در عرض 15 روز آموزش. تصور من این هستش که ما اگر بتوانیم زیر ساختار درست داشته باشیم، بتونیم آموزش درست بدیم، میتونیم فضایی رو ایجاد بکنیم که همه ظرفیت و استعدادها بتونن به اون چیزی که میخوان برسن. اما در هر صورت اینها احتیاج به حمایت داره. این نوع طرحهای ملی هست و باید ازش حمایت بشه. در هر صورت در باشگاه الان این پتانسیل رو من ایجاد کردم و فکر میکنم باید ادامه بدن. اگر ادامه بدن که میتونن دیگه بازیکنای میلیاردی نخرن، حتی بازیکنای نخرن که حتی با قیمتای پایین‌تر هست میتونن خودشون تولید کنن، حتی یه نفر بتونه به اونجا راه پیدا کنه، کل پروژه رو که فکر میکنم هزینه چندانی هم نداره بتونه پوشش بده. بسیار عالی. ما امشب زمان قرعه کشی اول مارکت هست، قرعه کشی بزرگ، و شما به ما کمک میکنین در این قرعه کشی؟ حتما کمک ازم دوست داریم. اگه شما بخواید. پس یه استدعایی دارم. من خیلی ممنونم که شما تشریف آوردین و آرزوهای خوب براتون دارم. تا یه استراحت کوچولو بکنید و دوباره به ما ملحق بشید برای حتما. کمک به ما در قرعه کشی تا من یه نکاتی رو راجع به این موضوع بگم. بکنم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. یک هدیه ایست از اول مارکت که خدمت شما تقدیم میشه و مبارکتون باشه. خیلی ممنونم. پس میام خدمتتون. خیلی متشکرم. قبل از اینکه قرعه کشی رو شروع کنیم باید یه چند تا نکته بگم. قرار بود قرعه کشی روز شنبه گذشته پخش بشه که همتون خبردار شدین شهران یه بخشش منفجر شد کلا. این باعث شد که یکی از مراکز مخابراتی آسیب جدی ببینه و بعضی از مخاطبین ما نتونن که پیامک ارسال کنن. برای اینکه حق کسی ضایع نشه چند روز دیرتر قرعه کشیمون رو برگزار کردیم. نکته دوم این که کسانی که از روز ششم خرداد که زمان قرعه کشی قبلی ما بوده تا افطار جمعه 28 خرداد عدد 1 رو به 38 فرستادند در قرعه کشی امشب شرکت داده میشن. افرادی که بعد از این تاریخ پیامک فرستادن در قرعه کشی تیر ماه شرکت داده میشن. نکته آخر همین که این تعدادی که الان ملاحظه میکنید تعداد کد قرعه کشیه، نه تعداد شرکت کننده ها، کد قرعه کشی. یعنی احتمال داره یه نفر با توجه به میزان خرید از اول مارکت بین 1 تا 3 کد قرعه کشی دریافت کرده باشه. میریم برای قرعه کشی. خسته نشین دیگه چی؟ خسته نشین همین. خب دعوت میکنم از آقای محمد حسینی از نماینده محترم بازرسی سازمان صدا و سیما تشریف بیارن.
خوش آمدیم. بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید. جناب آقای حسین عبدی که قول دادن که کمک ما کنن. بفرمایید. و جناب آقای قاسمی نماینده اول مارکت. بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید. خب اولین قرعه کشی ما برای گوشی‌های هوشمند، یکی از که 100 عدد هست تعدادش، یکی از دوستان بیاد قرعه کشی کنه. شما بی خب من خواهش میکنم شما توضیحات رو شما بفرمایید، توضیحات رو بفرمایید که چی کار باید بکنم. شما یه زحمتی میکشید اینو بلندتر بگین، زحمت میکشید اینو میچرخونید بعد زحمت شد شما... ببخشید خب بفرمایید. یه سیستم جدید خودمون کشتیم، خودمون رو اختراع کردیم. این الان اینایی که اینجا وایساد ایناست، بعد یه عدد زیر 1000 در بیاد فکر میکنم. بله درسته؟ بله بله دقیقا. نه از دست راست میاد، از دست راست. بله بله. از سمت راست میاد. بفرم رو به اون دوربین نشون بدین عدد چنده؟ سه. اینجا ما عدد 3 رو وارد میکنیم برای گوشی هوشمند. خب بعدی من نگه میدارم. یه جوری دست بلند کرد گفتن 30 سال قرعه کشی میکنه. نشون بدید اون دوربین عدد. عدد 4. عدد 2. عدد 2. اون عددی که میگید رو اونجا میزنن برای گوشی همراه. تمومه دیگه. تموم شد. بله. بله. خب. شماره مشخص برنده 913، چهار رقم آخر 1492. خب. بعد یک عددی بین 6000 تا 11000 بفرمایید. که البته علتش هم به خاطر اینکه تعداد 1,137,660 عدد هست، به خاطر همین 100 تا ما می‌خوایم برای همراه تلفن همراه جایزه داده بشه، به خاطر همین باید بین این عدد. عرضم خدمت شما با اجازه شما 8888 8888 که این 100 مرتبه به هم با جمع 243 100 مرتبه بهش اضافه میشه. بله تکرار میشه و 100 برنده. بله درست. خب چون شما خیلی کارتون نه چون خیلی مسلط بودین به کار، من خواهش میکنم وایسین برای تبلت ها هم قرعه کشی کنید. بله. الان بچرخونم. بفرمایید این برای تبلت هاست. زحمت شو بکشید باز به هم شو. بفرمایید اینم باید یه عدد زیر 1000 در بیاد به اون دوربین. عدد 7. عدد 9. بله. عدد 6. نه بس سه تا اونم زیر 1000 باید باشه. زیر 1000. بله. خب برنده تبلت ما 914، چهار رقم آخرش 2028. بین 1000 تا 3700 یک عدد. 3333. توضیح بفرمایید. 3333 جمع عددی بود که زیر 1000 اعلام کردن و 300 مرتبه تکرار میشه و اون 300 نفر باقی مانده تبلتاشون رو 300 تا تبلت. بله. خب شما خسته شدی شما بشین. یه نفر رو میخوایم حالا برای 3 اتومبیل. جان نه صف کنین شما بیاین. بله
یک بار دیگه بگم، افرادی که از تاریخ 6 خرداد ماه تا افطار 28 خرداد ماه ثبت نام کردن در این قرعه کشی شرکت داده میشن، از اون به بعد در قرعه کشی بزرگ تیر ماه. این که الان میچرخونن برای هر دستگاه اتومبیله؟ خب یک دستگاه الان شما زحمتشون میکشین گردن برای اولین اتومبیل هفت تا. بله خوبه؟ خب این خیلی ماجراست این اتومبیله. از سمت راست فقط باید. از سمت راست میخواین اون باز لاغل در میابر توپ و خب یه کاری بکنه بده منظام. خب آقای عبدی شما تشریف بیارید مشارکت بفرمایید در من میکروفون دارم دارین ها. خیلی خب اون عددها رو فقط آقای عبدی باید تشریف بیارید اینجا که جلوی اون نباشیم. آره. شماره سه. شماره سه. خب آقای عبدی عدد شماره شش. شش. خب و شماره هفت. و شماره هشت. و شماره دو. این موقع شب چجوری زنگ بزنیم الان که پخش میدن؟ شماره هشت. پوچه؟ اون صفره میگه پوچه داره صفر. بیا کمک کنیم اونجا. خب برنده سوم دستگاه ما ما از با پایین میگیم 911 4 شماره آخر 9316 هستش. صداش میاد؟ الان میگم خواب بودین میگه نداشتم تنیس بازی میکنم. اینجا میگیرم. خب بر نمیدارن دوباره میریم قرعه کشی بعدی. این شماره رو دوباره خواهیم گرفت بعدن. خب بفرمایید. بفرم میگن بازم پوچه. خب با اون دور بین نشمه. شماره صفر. هشت. یک. شماره هفت. چهار. شماره سه. و شماره صفر. خب شماره ماشین شماره دومون برنده شماره دومون 916 چهار رقم آخرش 2065. خب اینو تایید بفرمایید آقای. بله. تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نیست. خب برای اتومبیل سوم
شماره صفر دیگه چیز نشه. شماره شش، هفت، دوباره شش، یک، نو، بعد آخرش هم صفر هستش دیگه. بله، برای اینکه ما 1,137,660 نفر داریم و رقم آخرمون به تب بالاتر از اون میزنه، به خاطر ما عدد صفر رو همینجا هم اعلام میشه. بله درسته؟ بله لطف کردی؟ شماره برنده نفر آخرمون 914، 4 رقم آخری 1447 هستش. بفهم؟ درست. سلام علیکم. ببخشید اگه خواب بودید مزاحم شدم. من از برنامه دوره همی زنگ میزنم، مهران مدیری هستم. بله بله. حالتون خوبه؟ ممنونم. قربان شما. شما کدوم شهر تشریف داشتین؟ دارین؟ من گوگان، آذربایجان شرقی. آذربایجان شرقی. شغلتون چیه؟ من سکر کار میکنم جان؟ سکر کار میکنم، تناف آها. خب شما خودتون اسمس داده بودید برای یه برنامه برای قرعه کشی؟ بله بله بله. متأهلین؟ چند تا فرزند دارین؟ من یه دونه بچه دارم. یه بچه داری؟ بله. مستأجرین؟ والا خونه ندارم، بله مستأجرین. خب ماشین چی؟ ماشین ندارم. نداریم. خب شما در قرعه کشی که الان داره برگزار میشه برنده یک دستگاه اتومبیل شدیم. به خدا. به خدا. چی فرمودین یه بار دیگه بگین؟ میگن اینجوری نگید، واقعا گردم وای نیستا. نه جدی، الان شما صد ما تو سالن هستیم، داریم قرعه کشی میکنیم، صدای دست زدن جمعیت هم شنیدین، شما یک دستگاه اتومبیل برنده شدید. وجدانا میگید یا؟ به خدا وجدانن میگم. اتومبیل چی؟ خب یه اتومبیل بالای 100 میلیون. خدا نگو بابا. خب ایشالله مبارکتون باشه. دوستانمون تماس میگیرن با تون، هماهنگی ها رو انجام میدن. دستون در نکنه. قربون شما، خیلی ممنون. شوخی نمیکنه. نه به خدا. زنگ میزنن دوستان هماهنگ میکنن. ممنونم، دستون در نکنه. حالا تو برنامه بعدی ما هم میاین ایشالله که به دیده بشید. خیلی ممنونم، شب بخیر. قربون شما، خدا. من اجازه بدید که شماره اولی رو هم یه بار دیگه بگیرم. نوست. دستگاه مشترک مورد نظر. خب فکر کنم. خب جناب حسینی، صحت این قرعه کشی رو تایید بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عزم خدمت شما، ما 1,137,660 کد داشتیم که با تماسا که ما فایلش رو قبل از اجرای قرعه کشی فایلش رو دوستان تحویل بازرسی سازمان دادن و ما اینو داریم تو طبق کدا. اعدادی که اینجا به صورت تصادفی و عددی که بنده عرض میکنم به صورت تصادفی اعلام میشه، کاملا یه عدد کد تصادفی ازش نتیجه گیری میشه و این شماره ها بر حسب اون کد تو مونیتور نشون داده میشه که اگر دوستان بعداً تو این زمینه مشکلی داشتن با مراجعه به بازرسی سازمان ما در خدمتشون هستیم. متشکرم، خیلی ممنون.
کلیه این کد ها در کد های برنده شده در سایت اولمارکت.ir هست از فردا که میتونید مراجعه کنید و ببینید که چه کسانی برنده شدن. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین آقای عبدی، خیلی ممنونم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه سری از کم فروشی ها هم هستند که انجام میشن ولی دیده نمیشن. مثلا دارو رو شما که از داروخانه تحویل میگیرین، میدونین همه چیزایی که باید توش میریختن و ریختن یا نریختن؟ تا به حال دیده نشده که بیمار شربت رو بگیره، یه نگاهی بهش بندازه، بگه ببخشید این یه مقدار ایزوتوپ‌های سرگردان توش هست، بعد هیدروکسید کلوراید ایزوپرپیلش رو هم کم ریختیم. لطفاً یه دونه که توش بیشتر از این هیدروکسید کلوراید هیدروپیر هست بدید و تکلیف ایزوتوپ‌هاش هم معلوم کنین. کم فروشی در این جور مشاغل دردسر کمتری داره، چون به هر حال وقتی یه نفر چند صد هزار تومان پول دارو میده، اگر جای دارو آب طالبی هم تحویلش بدن میخوره و میگه حس میکنم یکم بهترم الحمدلله. اینترنت پرسرعت میخرین، برات پیامک میاد که اینترنت شما شارژ شد، از اینکه ما را انتخاب کردید ممنونیم. 10 دقیقه بعد یه پیامک میاد، حجم اینترنت شما به پایان رسید، جهت خرید مجدد کلیک کنید. میگی چرا اینجوریه؟ میگن پرسرعت دیگه، خیلی به سرعت تموم میشه. شارژ 10,000 تومانی موبایل میخری، 9,300 تومان برات شارژ میکنه. اولین تماس رو میگیری میگی الو، قطع میشه. نگاه میکنی شده 8,500 تومان. گوشی در دستت میفته میشه 5,000 تومان. گوشی تو عوض میکنی، 5 تومن هم عبه میره. برای تیامک میاد اون 5 تومن مال گوشی قبلی بود، گوشی نو مبارک. یه سری هم هستند که کلن کم فروشی تو خونشون قل میزنه، اصلا رفته سر خاک مرحوم، خرما که تعارف میکنن 8 تا ور میداره، بعد میگن فاتحه بفرسین، قیافه غم زده به خودش میگیره، هی لباشو تکون میده، یعنی دارم فاتحه میخونم. خب به به، الان موقع ترک سوم آقای سالار عقیلی است. مرسی، خسته شدین، ببخشید. نه نه، خواهش میکنم. خب اگر چیزی میخواین بگین یا اینکه شروع بله. میکنین. من فقط یک توضیح راجع به اولین کاری که اجرا کردم در برنامه باید عرض بکنم که این کار از مجموعه سی دی از تنهایی گریه مکن بود با آهنگسازی جناب آقای ابوالفضل صادقی نژاد و شعر آقای محمد رضا یار که اجرا شد. در این لحظه هم کار ایران رو تقدیم میکنم به مردم عزیزم با آهنگسازی جناب آقای بابک زرین و باز هم شعری از جناب آقای دکتر افشین یداللهی. اسم افشین یداللهی اومد. افشین یداللهی از دوستان خیلی قدیم منه و کسانی که اسمشون در این برنامه میاد دعوت میشن که بیان و اینجا مهمان رو باشن. افشین جان، شما هم به این برنامه دعوت شدید. یه چیز کوچولوی دیگه هم بگم، از من پرسیدن که آرزو داشتی چه قطعه ای رو در طول این سالها تو خونده بودی؟ گفتم ایران. آره، انقدر این کار زیباست و انقدر این کار زیبا اجرا شده که من دوست داشتم این رو من خونده بودم. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. مرسی.
خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سپاسگزارم. خیلی ممنون. امیدوارم همیشه خوب باشین و امشب خیلی افتخاری بود که در خدمت شما بودیم. برای بنده هم افتخار بود که در خدمت شما و مردم عزیزم بودم و برای این عزیزان برنامه اجرا کردم و همیشه با عشق در کنار مردم بودم، هستم و خواهم بود. سپاسگزارم. ممنونم از شما. قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار. خیلی خسته شدین، من یک نکته کوچولو دیگه بگم و بعد کلام آخر. راجع به خدمات جدید اول مارکت هم اول برنامه گفتم، یک بار دیگه میگم، سامانه 3x30 مربع که امشب تولدش بود، گوشیتون رو بردارید بزنید 3x30 مربع، کلید سبز رو فشار بدین، لیستی از خدمات میبینید که میتونید انتخاب کنید. این سامانه رایگانه. در این سامانه میتونید به راحتی هم شارژ بخرید و با خرید هر بار شارژ در قرعه کشی بزرگ هم شرکت داده میشید. اگر داخل اینترنت بدید و از avalmarket.ir اپلیکیشن دانلود کنید، باز هم رایگانه. در اونجا بیش از 50,000 اپلیکیشن وجود داره که دانلودش رایگانه. avalmarket.ir و تولد امشب 3x30 مربع. و کلام آخر، یه مدل کم فروش هم داریم که بهشون نمیگن کم فروش، میگن آدم باحال. استاد میاد سر کلاس یک ربع درس میده، بعد میگه بقیهش رو جزوه کردم، برید پول بدید از انتشارات دانشگاه بخرید. بعد هوشنگ رو صدا میکنه، پای تخت ادای بامشاد رو دراره، همه بخندن. کل دانشجوها هم عاشق این استادن، میگن استاد باحالیه. توی رستوران اول پولو میگیرن، بعد میگن بفرماین سلف سرویسیه، هرچی دوست دارین بکشین. زیر دیس برچسب زده باقالی پلو با گوشت، دو نفر تا آرنج تو باقالی پلو هن دنبال گوشت میگردن. یکی هم نشسته اون پایین باقالی پلو رو الک میکنه که گوشتاش گیر بیفتن. میری یا لباس رو از خیاط تحویل بگیری، میگه پارچه ای که آورده بودی کم اومد عزیز دلم، حالا من برات دوختم، اما هر چند قدم که راه میری یکم بکش پایین. بعد نگاه میکنی میبینی یه شلوارک این همون پارچه خودت پای خودشه. یه زمانی نان سنگک انقدر عریض و طویل بود که شاتر از اون ته نونوایی پرت که میکرد نصفش میخورد تو صورتت. الان انقدر آب رفته که از اون فاصله که پرت میکنه بین راه با هوا ترکیب میشه و چیزی اصلا به دست مشتری نمیرسه. مسئولین هم به شدت در حال مبارزه با کم فروشی هستند. اصلا اینجوری نیست که در جریان نباشن. دقیقاً محاسبه میکنن چقدر کم فروشی شده، مالیاتش رو از شخص کم فروش میگیرن. بیاین همه دعا کنیم که در این جدال نابرابر مسئولین برنده بشن. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودین، به ما انرژی دادین. واقعاً واقعاً متشکرم از صبوریتون، از انرژیتون. امیدوارم همیشه در پناه خداوند حالتون خوب باشه و به امید دیدار. شب بخیر. خداحافظ.